پیروزی رجب طیب اردوغان در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ترکیه با واکنش های متفاوتی در سطح منطقه و جهان مواجه شده است. آقای اردوغان پس از پیروزی مجدد مبارزه با تورم را مهمترین مسئله ترکیه دانست و در این حال بر بازگشت بیش از یک میلیون سوری به کشورشان تأکید نمود. با این حال در کنار بحران تورم، زلزله اخیر، حضور میلیون ها مهاجر و چگونگی مبارزه با تروریسم به ویژه حملات این کشور در خاک عراق و سوریه از مسائلی هستند که در دوره پنج ساله پیش روی آقای اردوغان قرار دارد. همکارم علی اکبری گزارش می‌دهد. انتخابات پرهاشی ترکیه با پیروزی رجب طیب اردوغان پایان یافت. انتخاباتی که آقای اردوغان را پس از حدود دو دهه حکمرانی در لبه پرتگاه قرار داده بود. سرانجام پس از دو دور انتخابات به توانست با کسب حدود 52 درصد آرا تا پنج سال دیگر به کرسی ریاست جمهوری ترکیه تکیه بزند. کمال قلیچ دراغلو رهبر مخالفان که حدود 48 درصد آرا را کسب کرده انتخابات ریاست جمهوری ترکیه را غیر منصفانه ترین انتخابات سالهای گذشته خوانده است. شکست قلیچ داراغلو میتواند برای متحدان ترکیه در ناتو که اخیرا نسبت به نزدیکی اردوغان با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نگرانتر شدن خوشایند نباشد رهبران کشورهای منطقه و جهان پیروزی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه را تبریک گفتند اما در مورد مسیری که رجب طیب اردوغان برای کشورش انتخاب خواهد کرد محتاط ماندند ترکیه که قرنها پلی بین اروپا و آسیا بوده است در دوران اردوغان موضعی ضد اروپایی اتخاذ کرد و از ریشه های سکولار خود به سمت محافظه کاری تغییر جهت داد. شب گذشته و به دنبال پیروزی قطعی آقای اردوغان وی خطاب به همیانش که خارج از کاخ ریاست جمهوری جمع شده بودند خواهان همبستگی شده و افزود کل 85 میلیون نفر جمعیت کشور در این انتخابات پیروز شدند اردوغان گفت مقابل با تورم مهمترین و استراری ترین مسئله ترکیه است در حال حاضر نرخ تورم 44 درصدی زندگی همه را در ترکیه تحت تاثیر قرار داده است. او در عین حال وعده داده که به بازسازی مناطق زلزل زده ترکیه اولویت خواهد داد و یک میلیون آواره سوری را داوطلبانه به کشورشان باز خواهد گرداند. اما بحث حضور صدها هزار مهاجر از دیگر کشورها مثل ایران افغانستان، پاکستان و سایر کشورها در نخستین سخنرانی آقای اردوغان اشاره نشد. پیش از این چگونگی حضور مهاجران و اخراج اجباری آنان همواره از مباحث و نگرانی جدی نهادهای حقوق بشری بوده است. از سوی دیگر حملات نظامی ترکیه در خاک عراق و سوریه به بهانه مبارزه با تروریسم از دیگر مسائل مورد مناقشه منطقه‌ای بوده است مقام های عراقی پیش از این بارها از آنکارا خواهان عذرخواهی و توقف حملات هوایی در خاک این کشور شده بودند علی اکبری اخبار شیعه